سلام دوستای گلم به 38 می جلسه از آموزش مقدماتی زبان جی کوئری خوش آمدید در این جلسه با هم میخوایم یاد بگیریم چطور استایل این متد آکوردیون رو با هم عوض کنیم اگر یادتون باشه توی سایت جی کوئری که می‌رفتیم تو قسمت تم بهتون یاد دادم که چطور اینا رو تغییر بدید با استفاده از رول یور اون اینجا تغییر میدید و تم رو دانلود میکردید و میومدید توی پوشه جی کوئری تو می میکردید و همون تم دقیقا کپی میشد مثل من الان که الان تم رو عوض کردم و این تم رو توی جلسات قبل انتخاب کردم این یه روشه یه روش دیگه هم هست که این یکی ساده تره میایید توی پوشه جی کوئریتون جی کوئری یو آی و جی کوئری یو آی استراکچر سی اس اس رو میایید و توی ساب لاین رها میکنید مثل همون تغییر استال توی تول تیپ ها خب میایید اینجا بعد از اینکه فایل رو باز کردید اگه یه ذره بیاید پایین تر میرسید به قسمت آکاردیون ها من ببینید قسمت آکاردیون یو ای, آی آکاردیون این یه روشه یه روش دیگه خیلی ساده تر از اینه روی بارازرتون راست کلیک کنید من این رو باز میکنم راست کلیک کنید گزینه اینسپکت توی کروم و اینجا من زوم میکنم که قشنگتر تر ببینید قبلا اینسپکت رو یه ذره توضیح دادم براتون که میاد HTML و CSS, CSS رو برای ما خیلی زیبا نمایش میده خب این HTML سایت ماست ببینید این همین صفحه است HTML که ما نوشتیم اگه ببینید اینقدر شلوغ بلوغه به خاطر اینکه خود jquery میاد سه کلاس های سری پراپرتی و اتریبیوت ها به خودش اضافه میکنه که این حالت به خودش می ببین H2K هایی که ما نوشتیم و اون پی هایی که خودمون نوشتیم اومده بهش آیدی اضافه کرده کلاس اضافه کرده ما میایم با استفاده از این کلاس هایی که اینجا هست میریم و توی فایل CSS تغییرات رو لازم رو انجام میدیم خیلی نگران نباشید نترسید از این همه نوشته چیز خاصی ندارن پس قسمت element رو انتخاب میکنیم این بالایی که اینجا هست و برای مثال میایم روی میخوایم این هدر رو تغییر بدیم اینجا این سبز رنگ روش راست کلیک کنی گزینه اینسپکت رو بزنی میاد دقیقا روی HTMLش ما رو انتقال میده ببینید دقیقا HTML کلاس, کلاس UI Accordion Header هست همون اچکی که مد نظر ما هست رو برای ما انتخاب میکنه ببینید دقیقا اورد اینجا خب ببینید اینجا نوشته کلاس UI Accordion Header دقیقا کلاسی که خودش بهش اضافه کرده ما الان توی متنمون توی HTML یه همچین کلاسی نداریم ببین اچ ای که ما اصلا کلاس نداره اینا رو خود جی کوری اضافه میکنه پس UI accordion header من این کلاس رو برمیدارم دقیقا همین کلاس رو چرا اومدیم اینجا اصلا میخوایم اینکه اینکه چجور این کلاس های مد نظرمون رو توی این فایل پیدا کنیم میایم کلاسش رو کپی میکنیم اینجا کنترل F میزنیم و پیست میکنم ببینید خیلی راحت اگر الان من اصلا میام تای صفحه بعد از اینکه اینجا پیس کردم ببینید اسپیس نداشته باشه اسپیس رو برمی دارید اینجا دقیقا همین عبارت که اینجا هست من میام تای صفحه فایند رو میزنم اگر فایند رو زدید نیاورد فایند پرویو این دکمه بغل رو بزنید فایند پرویو یا فایند ببین اگر باز انجام نشد فایند اول رو بزنید بالاخره میاره شما رو رو روی یو های هدر پس به این ترتیب ما اون کلاس مد نظرمون رو پیدا کردیم حالا اینجا هر تغییراتی بنویسیم این هدر برای ما تغییر میکنه من این رو کوچیک میکنم پس کلاسش رو پیدا کردیم مثلا من بنویسم مینویسم کالر رد سیو میکنم ببینیم کجا بودیم اینجا خب کالر رد کالرش رو رد کرد ببین همه کالرها رو رد کرد خب من میام میخوام حالا بک اینجا رو حالا بک هم عوض کنم مثلا بک هم بزنم. سفید بک گراند تا اف ببینیم بک همه هداره رو سفید کرد یا مثلا من میذارم دودی 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 همه رو به سمت مشکی عوض کرد خب حالا من میخوام این کانتنت رو پیدا کنم روش راست کلیک میکنم اینسپکت رو میزنم باز میکنم تا متوجه بشید دقیقا ما رو بر ببینید قسمت آبی رنگ پی رو انتخاب کردیم و کلاس یو آی آکاردیون کانتنت این رو من بر میدارم دقیقا به اسپیس اضافه با... کپی نکنید میام توی اینجا کنترل اف رو میزنم ببین آ... و این جمله رو پاک میکنم و اون جمله خودم رو کپی میکنم دقیقا همینجا آورده سری حالا من فرض میکنم این پای ماینا بودم اینجا find all رو که بزنید دقیقا ما رو میاره رو همون کلاس خب یعنی این کلاس این content پس من این رو میبندم کوچیک میکنم و میام اینجا میمیستم مثلا background red اینقدر من این red رو نوشتم خب این رد شد مثلا کالرش هم کالر سفید کالرش هم سفید شد برای مثال مثلا اصلا همون هدر رو هم میتونید بردرش هم از کنید مثلا بردر یه پیکس 4 پیکسل سالید مثلا دی دی, دی دی این میاد رنگ خاکستریش میکنه ببینید خیلی زیبا خاکستری شد بردر رو مثلا گرینش کنم که مشخص داشت سیو میکنم ببین گرین شد حالا اگر شما اینجا تغییر دادید و تغییر نکرد میاد و علامت تعجب با شیفت دکمه یک ایمپورتنت به ما کمک میکنه که به سی اس که یه جای دیگه هم هست و همین پروپرتی رو داره اعمال میکنه غلبه کنیم و اون بردر خودمون رو توش پیاده کنیم به همین سادگی من الان استایل اینا رو هم عوض کردم